سلام به شما دوستان عزیزم، خوش آمدگویی میکنم. خوش اومدید به کلیسای پادشاه ابدی، خوش اومدید به برنامه لایو کلیسای پادشاه ابدی. و از اون طرف منم اومدم به خونه هاتون، به محل کارتون، به زندگی هاتون، به کلیساهای خانگیتون. خیلی خوشحال هستم که میتونم با یک پیام دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. امروز خداوند این موقعیت رو در اختیار من گذاشته که بتونم کلام خداوند رو با شما به اشتراک بذارم و کلام خداوند هم منو برکت بده هم شما رو برکت بده. موقعیت بی‌نظیریه در خداوند که بتونیم برادران و خواهران گرد هم جمع بشیم، هرچند از اقصا نقاط دنیا، ولی توسط این دوربین ها، و خداوند رو بپرستیم و کلام اون رو بشنویم و از اون برکت بگیریم. شاید خیلی از شما جاهای متفاوت باشید، شاید ایران هستید، ترکیه، اروپا، امریکا، افریقا، استرالیا، آسیا، نمیدونم کجا هستید، ولی هر جا هستید، اگر در عیسی مسیح هستیم، ما یک بدن هستیم و اینجا کلیسای خداونده. چون ما در مسیح هستیم، در یک بدن هستیم و جمع ما کلیسا رو تشکیل میده. خدا شکر میکنم که عزیزان می نویسند که من عضو کلیسای پادشاه ابدی هستم. از تک تک شما عزیزان می بینم که می نویسید من عضو کلیسای پادشاه ابدی هستم. منم عضو کلیسای پادشاه ابدی هستم، چون اون شاه شاهانه، اون پادشاه ابدیه، اون بر زندگی های ما حکم فرمایی میکنه، اون حکم میده، اون دست پرتوانش بر روی زندگی های ماست. پادشاه ابدی، خداوند پادشاه ابدی ماست. امروز عزیزان میخوام درباره موضوع مهمی صحبت کنم. من کشیش رضا پزشکیان هستم و اینجا همینجا مینیستری کلیسای پادشاه ابدیه و شما هم به یک نوعی همکاران کلیسای پادشاه ابدی هستید، برای اینکه این کانالو معرفی میکنید، پس با ما همکار هستید. از بابت کمک‌های نقدی کمک میکنید به این کلیسا، پس با ما همکار هستید. در ارتباط با مسائل اینترنتی کمک میکنید به ما، پس همکاران هستیم. در ارتباط با پخش کلام خداوند، در ارتباط با نشر کلام خداوند، در ارتباط با گسترش کلام خداوند، ما با هم دیگه همکاران هستیم. خدا شکر. امروز میخوام در این باره صحبت کنم که شاید توی مثالهامون، توی زندگیهامون این کلمه رو شنیده باشیم یا این جملات رو دریافت کرده باشیم و به گوش ما آشنا باشه که پشت هر مرد موفقی یک زن خوب و کاردان و موفق است. شنیدیم اینو؟ من که خیلی شنیدم و این ثابت شده است. پشت هر مرد موفقی یک زن کاردان و خوب و موفقه که اجازه داده اون موفق بشه. نگاه کنید، میدونید اون بیس اصلی رو همیشه ما نمیبینیم. شما تیم منو نمیبینید، منو میبینید فقط، در صورت دیگه منم یه عضوم. توی هنر شما فقط اون هنرپیشه رو میبینید، کارگردان رو نمیبینید پشتش. امروز میخوام به اون بنایی که اون پشته، اصلیتی که اون پشته براتون بگم. یا اینو شاید شنیده باشیم که پشت هر هنرمند موفقی کسی هست که اونو حمایت میکنه، مثل خواننده، مثل هنرپیشه. خیلی دیدیم،
خیلی هنرپیشه های میبین زود اومدن بالا، خیلی کارگردان را پشت اینا بوده که ما ندیدیم، تهیه کننده ها پشت اینا بودن، یا شاید کمپانی های پخش موزیک ساپورتشون کرده، اینا یک خواننده موفق شدن، قبلا بینامنشان بودن، کسی نوره نمیشن که نمیشناخت، یا شاید خیلی از کسا بودن قابلیت داشتن ولی کسی رو نداشتن، هیچ مطرح نشدن. پس اون حمایت کننده، اون پشت، اون بیس، اون بنا، اون زیربنا، اون فونداسیون خیلی مهمه که ما به این مثال داریم میگیم که پشت هر کار موفقی یک طرح موفق است. مثل ورزشکارا، ما یهو میبینیم یه ورزشکار سر از بایر مونیخ بیرون آورد، پس یه پشتی داشت، یه ساپورت کننده ای داشت، یک رابطی داشت. یا موفق بودن یا موفق نبودن، اگر موفق بودن پس اون پشت قوی داشتن. ما به این کلمه پشت اشاره میکنیم چون تو فرهنگ ما اینو میگه، مگر نه شاید این پشت کلمه جالبی نباشه که مثلا بگیم که اون در کل اون حامی اون بیس. یا اگر توی بیزینس موفق بوده حتما یه طرحی بوده که این بیزینس رو موفق کرده، حتما یه حمایتی بوده. پس اگر در زندگی های ما گاهی اوقات مشکلاتی به وجود میاد یا اصلا زندگی ما پیش نمیره، شاید اون کارگردان، اون حمایت کننده خوبی نیست، شاید اون طراح خوبی اون پشت نیست. ما گاهی اوقات تو زندگی های آدم ها میبینیم که به مشکلاتی برمیخورن و یا در محاسباتشون اشتباه بوده یا اصلا اون بیس، اون بنا درست نبوده. مثلا توی آبادان اون ساختمان متروپول میریزه، پس اون یک بنای محکمی نداشته، اون یک ریشه محکمی نداشته، اون پشتیبان محکمی نداشته که اون ریخته. امروز میخوام به اون پشتیبان صحبت کنم، به اون بنا صحبت کنم، از اون سنگ بنا صحبت کنم، چون این خیلی مهمه. توی زندگی ها میبینیم ما اگر به جامعه ها نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که پشتیبانشون کیه. این مثال شنیدین میگین آقا خدا پشتیبانای تو باشه، در حقیقت درسته. موقعی موفقیم که خدا پشت و پناه ما باشه، خدای واحد حقیقی، خدای راستین، نه خدای دروغینا. ما گاهی اوقات میبینیم پشت و پناه بعضی از جوامع خدایان دروغین بودن، مذاهب دروغین بودن، خرافه های دروغین بودن، یا شاید فریب و فریبکاری بودن. ما میبینیم هیچ ثمره نیکویی در اون کشورها نیست، در اون اجتماع نیست، در اون جامعه ها نیست. شما خودتون همین حالا نگاه کنید دوروبر کشورمون رو، مثلا چه کشورهایی موفق نیستن، تو کشورهای جنگ هست، تو چه کشورهای آدم کشی هست، تو چه کشوری دزدی هست، قتل هست، جنایت هست، مال مردم خوری هست. برای اینکه سنگ بنای اون اجتماع اشتباه بوده، برای اینکه پشتیبان اون پشتیبان از طرف حق و حقیقت نبوده. در یک کلام خدا پشت پناه اونا نبوده، یا اونا خودشونو در موقعیتی نذاشتن که پشت پناهشون خداوند باشه، خدایان دروغین رو باور کردن، مذاهب دروغین. تو اون کشور حاشیه، تو اون حاشیه اون خلیج میبینید، تو بغل همسایه ما میبینید، از تو کشور ما هم میبینید، پر از خرافه، پر از دروغگویی، پر از دزدی. این ور نگاه بکنید، این کشورهای این ور رو نگاه کنید، این ور کشور ما رو نگاه کنید، پر جنایت، پر آدم کشی، پر طالبان. خب این چی رو نشون میده؟ این بیس درستی بنا نشده این اجتماع سرش،
اون مذهب دروغین بوده که آدم کشی رو ترویج داده. و همه هم بدبخت، همه میخوان از همدیگه بدزدن. و این الان تو کشور منم سرایت کرده، تو کشور من ایران همه میخوان دروغ بگن به همدیگه، همه میخوان از همدیگه بدزدن، همه چشمشون به مال مردمه، همه چشمشون به ناموس مردمه. همه میگم خیلی ها، یعنی نه همه، همه نه، اکثریت اینطوری هن. اکثریت اینطوری هن. برای این که مبنای درستی نداشتن، بیس درستی نداشتن، زیربنای درستی نداشتن، پشتیبان درستی نداشتن، ثمره درستی هم نداره. فقط کافیه تو لب خیابون یک کیف بگیری دسته، دو دقیقه دیگه قاپیدن، کیف قاپ قاپیده. خب این چه بیسیه؟ این چه چیزیه؟ این کیف قاپ که یک کیف قاپ به دنیا نیومده که، این دوز که دوز به دنیا نیومده، اون جنایتکار که جنایتکار به دنیا نیامده. این مبنا و بیس اشتباه بوده، اون مذهب دروغین بوده، اون اجتماع بر روی فریب و فریبکاری و خرافات و گول زدن مردم بوده که دوست پرورش داده، جنایت پرورش داده، کیفقاب پرورش داده، فاحشه پرورش داده، معتاد پرورش داده، اونا رو سوخ داده به اون را. پس سنگ بنای درستی ندارن اون جامعه ها. درست دارم میگم؟ برمیگردم به اول لایوم. کسی موفقه که پشتیبان موفقی داره، بیس موفقی داره، فکر موفقی داره، بنای موفقی گذاشته، اون سنگ بنای اولش درسته. پس میخوام امروز در این باره بیشتر تحقیق بکنیم که تو زندگی ها پشتی پناه ما باید کی باشه، پشتیبان ما باید کی باشه، سنگ بنای زندگی ما باید چی باشه، سنگ بنای اجتماع ما باید چی باشه، فونداسیون ما باید بر روی چی بنا کرده باشه. امروز شما رو میخوام ببرم به افسوسیان باب 2 آیه 3 آیه میخوام بخونم، ولی به اون قلب اون آیه اشاره میکنم که داره نظر من اونه که بیشتر اونو ما متوجه بشیم. افسوسیان 2:19 او هللویا. پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا. چه کسایی؟ داره با کسایی داره صحبت میکنه که در راستای موفقیت، در راستای حیات ابدی، در راستای نور دارن حرکت میکنن. پس از این به بعد، قبلا اونا جزو تاریکی بودن، بنای بد درست کرده بودن، روی شن خونه درست کرده بودن، پشتیبانای دروغین داشتیم همه ما تو مذهب گذشته. پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. بر روی سنگ زاویه ما ایمانمون رو بنا کردیم، جامعمون رو بنا کردیم، اعتقاد ما رو بنا کردیم، امید ما رو بنا کردیم. از دوباره میخونم. پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا. اهل خانه خدا. چرا اهل خانه خدا هستید؟ و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کنید. منظورم رو متوجه شدید؟ کسی پیروزه، اون خانه محکمه، اون بنایی درسته که بر روی مبنای خداوند بنا شده باشه، که سنگ زاویهش عیساست. سنگ زاویه میدونین چیه؟ تراز، اون سنگ تراز، سنگ شاغول، که اون درسته، این عمارت با درستی اون میره بالا،
با معیار اون میره بالا. اگه سنگ زاویه اینطوری باشه این عمارت اینطوری میره، بعضی بار میفته همسایه خونه. پس پشتیبان ما طرح و نقشه خداونده. اگر بر مبنای خداوند و کلام خداوند روی سنگ زاویه، روی کلام خداوند زندگیمونو بنا کردیم، درست داریم میریم. هنرمند موفقی هستیم، بیزینس موفقی داریم، ازدواج موفقی داریم، حرکت موفقی هستن داریم میکنیم، جامعه موفقی داریم، چون خداوند نوره، خداوند راه و راستی و حیاته، اون نوره. دوباره میگم کشورهایی که این مذهب دروغی ندارن، دوروبر کشور ما رو نگاه کنید، این سنگ بنا خدای حقیقی نیست، خدای دروغینه، خدای خرافاته، خدای جادویه، خدای مکره، خدای حیله است، خدای دزدیه، خدای زناه، خدای قتله. همونو پرورش داده دیگه عزیز. تو داری میبینی که سنی داره شیعه رو میکشه، شیعه میخواد حنفی رو بکشه، حنفی میخواد حنبلی رو بکشه، حنبلی میخواد شافعی رو بکشه، اون یکی میخواد کافرها رو بکشه، کافرها. بعد خیلی جالبه، تمام این مذاهب دروغین علاوه بر این که همدیگه رو دارن میکشن، بعد ممالک اروپایی و آمریکایی رو کافر میدونن، همدیگه رو میکشن اونجا، بعد فرار میکنن میرن تو زندگی، میخوان توی اروپا و آمریکا و زندگی کنن. چرا میایید اینجا؟ شمایی که دزدید، دروغگویید، بر مبنای دروغ زندگی میکنید، همونجا تو کشور خودتون بمونید دیگه. چرا میایید امریکا؟ چرا میایید اروپا؟ میایید اروپا، زن بچه‌تون رو تو چادر نگه میدارید، خودون چشمتون هشتا میشه، خارمادر مردم رو دارین دیدید میزنین که. چرا میایید امریکا؟ تو همون کشور اسلامی بمونید، اینجا جای شما نیست، اروپا جای شما نیست، اینجا مهد کفار نیست. مگه شما بی خود میکنید میایید تو مهد کفار؟ بیافتید همونجا زندگی بکنید دیگه. شما اگه خدای دروغین رو دنبال دارید میکنید، تو همون خدای دروغین همونجا زندگی کنید. کسی اگر میخواد بیاد در رفاه زندگی کنه، در آزادی زندگی کنه، خداوند واحد حقیقی رو قبول میکنه، خدای آزادی رو زندگی قبول میکنه، خدای محبت رو قبول میکنه، که در کنار همدیگه زندگی بکنیم با هر تفکری که داریم، همدیگه رو اذیت نمی کنیم، زندگی میکنیم. شما همونجا زن بچه‌تون رو به شکنجه گرفتید، اینجا هم شکنجه. اصلا شما نمیدونید اینجا چه خبره. مردی که از اون فرهنگ مذهب دروغین، حالا به واسطه جنگ بنگ هر چیشه، میاد این کشور، خودش واسطه همه رو داره نگاه میکنه تو استخ، من با چشمای خودم دیدم. بعد زن بچهش چادر، چخچه، گره، مغنه، گلو خفه شده، پارچه رو بستیم به خودش، با همون پارچه بیفته تو آب. اگه میخواستید با اون پارچه بیفتید همونجا میفتید دیگه، اینجا چیکار میکنید شما؟ اینجا چیکار میکنید آخه؟ اونجا که زن بچه‌تون رو اسیر کردید، این هر کاری دلتون خواسته کردید، چهار تا عقدی چهار تا سیغه گرفتید، چرا میایید امریکا؟ چرا میایید اروپا؟ اینجا میایید همون بلا رو میخواید سر زن بچه مردم بیارید؟ یا تفنگ بردارید برید اون خانومی که از زنای ایران حمایت میکنه، برید با کلاشینکوف دم در خونش وایسید، اونو بخواید ترور کنید؟ مسیح علی نژاد که نژادو، چرا میایید اینجا؟ خب پس اگر میخواییم زندگی ما بر مبنای درست گذاشته بشه، باید روی سنگ زاویه که عیسی مسیح بنا بشه، روی کلام حقیقت بنا بشه. خب بیا بریم یه جای دیگر رو بخونیم، ببینیم که اگر روی سنگ بنا، تو اون سنگ زاویه عیسی مسیح، ما بنای زندگیمونو، جامعهمونو، ایمانمونو، امیدمونو بذاریم، چه اتفاقی میفته؟ لوقا 6:48، لوقا 6:48،
لوقا 6:48. بذار این اینکه هم بزنم. مثل شخصی است که خانه ای می ساخت و زمین را کنده گود نموده و بنیادش را بر سنگ نهاد. پس چون سیلاب آمده، سیل بر آن خانه زور آور نتوانست آن را جنبش دهد، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. اگر خونه زندگی تو، ایمان تو بنا می کنی بر روی عیسی مسیح، سنگ زاویه، روی کلام زنده خداوند، موقعی که توی زندگی های تو سیل بیاد، طوفان بیاد، اون جنبش نخواهد خورد، برای اینکه جای درستی بنا کردی، جای درستی بنا کردی، روی کلام خداوند بنا کردی. سیلاب ها میاد، طوفان ها میاد، مشکلات میاد، گرسنگی ها میاد، مریضی ها میاد، جنگ ها میاد، اوقات تلخی ها میاد، اختلاف نظر ها میاد، دوستی ها به هم میخوره، دوست های قددیمی به تو حسودی میکنن، فرار میکنن، میرن یه جای دیگه، تو رو تنها میذارن. ای تو جنبش نخواهی خورد، چون خونه زندگی و بنای ایمان تو بر روی کلام خداوند بنا کردی و اون راست میره بالا مستحکم، برای اینکه پشت پناه تو خداونده، پناه تو خداونده، بنیاد زندگی تو بر روی سنگ زاویه است که عیسی مسیحه. جنبش نخواهی خورد، سیل بیاد، طوفان بیاد، زلزله بیاد. آیا اینو متوجه میشیم؟ چیز بسیار مهمی رو دارم من اشاره میکنم. حالا خانه هایی که روی شن ساخته شده باشه، روی خدای دروغین، تا یه ترس میخوره، آقا دروغ و مصلحت آمیز، تا یه چیزی میاد، دروغ و مصلحت آمیز. چی معنی داره دروغ و مصلحت آمیز؟ توی دروغ چه مصلحتی هست؟ چه خیری هست؟ چه برکتی هست؟ میدونی چرا؟ برای اینکه خانه هایی که اگر بر روی سنگ زاویه، یعنی عیسی مسیح بنا نشده باشه، ایمانی که روی اون بنا نشده باشه، جامعه‌ای که روی اون بنا نشده باشه، روی شن بنا شده، یه طوفان بیاد میلرزه. نبین اینایی که بر مسند قدرت نشستن، زبون دارن 8 متر، موقعی که اینا رو دستپند دستشون بخوره، اینا رو بیارن رو محاکمه، اون تومونشون رو خیس میکنن، به تته پته میفتن، به گریه میفتن. نبین قیافشون و گردنشون کلفته، نبین قیافشونه که اسلحه دارن. من از این افراد خیلی دیدم، گردن کلفتر از اینا، موقعی که اسیر بشن، دستبند بخوره، دوران محاکمه، اینی یه بچه گریه میکنن، برای اینکه بنای خونشون رو چیز خوبی نیست، روی شنه، خراب میشه. پس اگر میخوای جنبش نخوری، مستقیم بری بالا، عیسی مسیح سنگ زاویه، پشت و پناه ما. اگر میخوای هنرمند موفقی بشی، خواننده موفقی بشی، همسر موفقی بشی، عیسی مسیح سنگ زاویه. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که سنگ زاویه ماست. خدا رو شکر. این اون پیامی بود که امروز تو قلبم بود به شما بگم. خب خدا رو شکر که عزیزان عضو کلیسای پادشاه ابدی، کامنتاشون رو میبینم، محبتاشون رو میبینم، و عزیزانی که هنوز عضو کلیسای ما نشه شدن، این کلیسا درش به روی همه باز. هر کس که بر ضد ما نیست با ماست، کلام عیسی مسیحه. هر کسی که بر ضد ما نیست با ماست. اگر مسیحی هستی، یک گرایش دیگه ای داری، یک دید دیگری نسبت به کلام خداوند دارید، یک مکاشفه دیگه ای داری، ما برادران و خواهران هستیم، تا جایی که بر ضد کلام نباشه.
هر عزیزی میتونه عضو کلیسای ما بشه. هر عزیزی، کسی که قبول بکنه عیسی مسیح خداونده و قبول بکنه پدر پسر روح القدس تقدیسه تسهسلیسه و باور داشته باشه عیسی مسیح خون فربهاشو برای فدیه گناهان ما داد و بعد از 3 روز زنده شد، اون یه ایمان داره، چه ارتودکس باشه، چه کاتولیک باشه، چه پروتستان باشه، چه شاخه بپتیست باشه، چه جرجی باشه، پنتیکاستی باشه مثل من. خدا رو شکر. پس کلیسای پادشاه ابدی رو به همه معرفی کنید در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب. دومی مورد، اگه کسی خواست براش دعا بکنیم برای شفا و آزادی به ما پیام بده که بتونیم با این عزیزان ساعتی رو داشته باشیم، بتونیم براشون دعا کنیم برای شفا و آزادی، چه جسمی چه روحی. اگه کسی فکر میکنه طلسم شده، جادو شده، نیروهای شریر در جسمش کار میکنن، در خونش کار میکنن، یا به هر نحوی دیگه نیروهای ماورایی تاریکی دارن کار میکنن، با ما تماس بگیره، ما کمکش خواهیم کرد و براش دعا خواهیم کرد و اگر احتیاج به اخراج ارواح داشته باشه کمکش خواهیم کرد. تمام، خوب گوش کنید، تمام خدمات کلیسای پادشاه ابدی رایگانه. هیچ کس نمیتونه بگه که بیا شما رو به کلیسای پادشاه ابدی وصل کنم یا به کشیش رضا وصل کنم، شما رو معرفی کنم، ولی باید یه چیزی به من بدی. مواظب باشین، چون من میشنوم. کلیسای پادشاه ابدی کارش رایگانه، ولی اگر کسی خواست از روی دلش، از روی قلبش که عضو کلیسای ماست، از اینجا خوراک میگیره، در یک ماهیانش رو بده به کلیسای ما، میتونه با ما تماس بگیره، یا هدیه نقدیش رو میخواد بده میتونه با ما تماس بگیره که ما راه نماییش کنیم. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. خدا شکر که عضو کلیسای پادشاه ابدی هستید. خدا شکر که کلیسای پادشاه ابدی رو نشر میدید. و برای این خواهر من دعا میکنم که کرونا گرفته، شفای خداوند رو بر تو اعلام میکنم که شفای خداوند بر جسم و جانت بیاد. بذار به اینجا دعا کنیم. بیو را کپسی کما ماسی کرا. بذار دعا کنیم. عزیزانی که میخوان دعایی داشته باشن، دستتون رو بذارید رو قلبتون. هر عزیزی، هر اگه میخواد براش دعا کنم. خداوند، شکرت ای پدر آسمانی، شکر به خاطر محبتت، شکر به خاطر فیضت. ای خداوند، دعا دارم میکنم برای تمام عزیزانی که به شفا دهندگی تو ایمان دارن، به خدا بودن تو ایمان دارن، به قادر مطلق بودن تو ایمان دارن. ای پدر، ای خداوند، در نام عیسی دارم دعا میکنم. هر کسی که مریض، شفای تو رو اعلام میکنم بهش. شفا بیا به قدرت نام عیسی. هر مریضی اگر در جسم و جان تو هست، اگر مریضی جسمی هست، شفای خداوند بر تو اعلام میکنم. اگر فکرت مریضه، فکرتو به خون عیسی تقدیس میکنم و فکرهای خداوند رو جایگزین میکنم بر اون فکرهایی که توی ذهن توه. به قدرت نام عیسی، اگر رزق روزیت بسته شده، رزق روزیتو باز میکنم. به قدرت نام عیسی، اگر رابطه عشقیت به هم خورده، دست خداوند اعلام میکنم و اراده خداوند اعلام میکنم در رابطتون. اگر میخوای ازدواج کنی، همسر مناسب و خداوند برای تو در نظر بگیره. اگر میخوای رزق و روزی و کاسبی شروع کنی، با هدایت خداوند بری جلو. دعا میکنم که زندگیتون پر از برکت باشه، رزق و روزیتون پر از برکت باشه، شفای خداوند در جسم و جان خودتون و خانوادتون کار بکنه و در ایمانتون قوی و قوی و قوی تر بشین. به قدرت نام عیسی که بالاترین نام دعا کردم. آمین. 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 هللویا. شکر. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستتون دارم، چون فرزندان خداوند هستین، چون در یک تاک من شما متصلیم، ما شاخه هستیم. دوستتون دارم. اگه سوالی درباره کلام خداوند بود یا اگه خواستید انفرادی براتون دعا بشه، به ما پیام بدید. یا اگه کسی خواست هدایای نقدشو به کلیسا بده، به ما پیام بده، چه کسایی که در ایرانن، چه کسایی که خارج از ایرانه، هیچ فرقی نمی کنه. دوستتون دارم. تا دیداری دیگه، بدرود. I love you.